شب همگی به خیر، خیلی خوش اومدین کلاس کبالا ستپ بای ستپ. امشب پاراشای این هفته رو با همدیگه مرور میکنیم و یه نگاهی میکنیم ببینیم که چه درسایی براش توی زندگی روزمره ما هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. پاراشای این هفته هست ویکل، به معنی جمع شدن، coming together. میگه که موشه در آغاز پاراشا موشه همه رو جمع کرد و صحبت از این میکنه که تکرار میکنه بیسیکلی پاراشای تروما رو که چطوری باید میشکان بسازیم، تبرنکل باید بسازیم، میجرمنتش چیه، ابعادش چیه، چطور باید اینو بسازیم این میشکانو، و به نظر میاد که تکرار مکرراته. ولی وقتی که نگاه دقیق تری میکنیم میبینیم که همچین نیست. اینو با خوندن ظهر این پاراشا به ورس 42 من ترجمهشو براتون میخونم، بعد بررسی میکنیم که چرا پاراشای تروما تکرار شده. And Moses gathered, he repeats the building of a tabernacle a second time as before in the portion of Teruma. Rabbi Chaya said, everything is as we learned that the building of the tabernacle was done solely by Israel and not by the mixed multitude. For the mixed multitude drew again the angel of death and he descended into the world. Since Moses saw that, he threw the riffraff out and gathered Israel's only. It is written in this verse, and Moses gathered, and not like in Teruma where it was said, of every man whose heart prompted him. For that mixed multitude was a part of the congregation, and therefore there was need to say the building of the tabernacle a second time. بار اولی که خواستن میشکانو بسازن، موشه گفت هر کسی که در قلبش این دیزایر رو داره میتونه بیاد ملحق بشه و میشکانو بسازن. اون پاراشای تروما بود. بعد از این که در پاراشای قبل گناه بز طلایی رو انجام دادن که اینو مسئولش رو ارفراف میدونن، میکست مالتیتود، اینطوری که توی ظهر میگه یه سری کسایی بودن که با اسرائیل از مصر بیرون اومده بودن که کانشسنسشون کاملا فرق داشت با اسرائیل، با قوم بنی اسرائیل، و اونا باعث شدن که شک و تردید رو به وجود آوردن و بز طلایی ساخته شد. و حالا در ساختن میشکان در این پاراشا موشه فقط داره میگه که دیگه ارفراب میکست مالتیتود اجازه ندارن بیان داخل شرکت کنن در ساختن این تبرنکال جدید، در این میشکان جدید. ربای اشلام برای ما میگه که دلیل این که این اتفاق افتاده و این پاراشا داره اینو تکرار میکنه و به ما میگه که بدون میکس مالتیتود، بدون ارفراب این کار رو بکنی، پوینت عملش اینه که به ما داره میگه که ما باید در زندگیمون انتخاب کنیم اون محیطی رو که درش زندگی میکنیم، کسایی رو که دور و برمون هستن، دوستایی رو که انتخاب میکنیم، با کسایی که معاشرت میکنیم، باید کسایی رو انتخاب کنیم که به ما کمک کنن، ما رو بیشتر الیویت کنن. ما نمیخوایم با دائم در با کسایی در تماس باشیم که نگاتیویتی دورشون رو گرفته و ما رو هی به پایین میکشن. میخوایم با کسایی باشیم که به همون کمک کنن در روحانیت ما الیویت بشیم، ارتقا پیدا کنیم. این اولین لسنی که ربای اشلاق میخواد به ما بده در مورد این میکست ما، کسایی که انتخاب میکنیم که ساپورتشون باشیم یا ساپورت ما باشن. در مورد اینکه ارفراوا کیا بودن و چرا اجازه بهشون ندادن که در ساختن میشکان در این پاراشا شرکت کنن صحبت میکنن. یه تفاوت بزرگی بین میکست مالتیتود یعنی ارفراو بوده با قوم بنی اسرائیل. ارفراو ریالیتی که داشت، حقیقتی که داشت، براش حقیقت دنیای فیزیکی بود. یعنی اونا فکر میکنن که حقیقت این چیزی که ما میبینیم، میشنویم، تاچ میکنیم در این دنیای فیزیکی هست و ما میدونیم که این خیلی محدودیت داره، چون ما با حس پنجگانمون همه چیز رو نمیبینیم. ما
اعتقاد داریم که این دنیای 1% دنیای فیزیکال 1% ما با از 5 حسمون استفاده میکنیم توی دنیای فیزیکالی، ولی اعتقاد داریم که یه دنیای 99% دیگه هست که ما از طریق روحانیت میتونیم باش کانکت کنیم. ارفراف کانشسنسشون کانشسنس فیزیکال بود و خیلی محدودیت داشت و نگتیویتی خیلی زیاد بود، در صورتی که تو کبالا ما میدونیم که کبالا به ما یاد میده که کانشسنس از اوریثینگ، کانشسنس شما پتانسیل اینو داره که آن لیمیتد باشه، مجبور نیستیم که لیمیتد باشه. اور کانشسنس از اور ریالیتی، ما میدونیم که این دنیای فیزیکی ریالیتی ما نیست، اون چیزی که تو کانشسنسمون هست حقیقت زندگی ما میشه. و در حقیقت پرپس این پاراشا اینه که به ما یاد بده که ما چطور بتونیم کانشسنسمون رو خالی از کانشسنس فیزیکالیتی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ارفراو خودمون رو از بین ببریم، با ارفراو خودمون یه جوری کنار بیایم که از کانشسنسمون بیرون بره. ما بایستی که بتونیم برای خودمون میشکانی درست کنیم. میشکان چی؟ ما زندگیمون برای خودمون میشکانه، بیزنسمون میتونه برامون میشکان باشه، ریلیشنشیپمون میشکانمونه، فیوچری که داریم برای خودمون میسازیم میشکان باشه، میشکان هست. و میخواییم که این کارا رو بکنیم با یه کانشسنسی که توش ارفراو نداشته باشیم، یعنی نگتیویتی نداشته باشیم. زهر برای ما توضیح میده که سول ما 5 قسمت داره. من نوشتم روی تخته. پایین ترین لول سول ما نفش هست، بعد روح، بعد نشاما و بعد خایا و آخرین لول هم هست یخیدا، که ما اصلا با اون کاری نداریم. 4 تا لول پایینی هست که در زندگی روزمره ما، دی تو دی زندگی روزمره ما، ما میتونیم باش کانکت کنیم و الیویت کنیم. میدونیم که ما سولمون میتونه یک سول خیلی الیویتد باشه، پر از نور باشه، و تا زمانی که ما اون نور رو منیفست نکنیم، توی این دنیا به وجودش نیاریم، اون پاکی و خوبی سول ما نشون داده نمیشه. شما یه آدمی رو که نگاه میکنید به نظرتون میاد که خیلی آدم نگتیویه، این آدم ممکنه سول خیلی بزرگی داشته باشه، فقط نتونسته اون لایتی رو که در وجودش هست، نوری که در وجودش هست، منیفست کنه توی این دنیا، ظاهر کنه و به بقیه نشون بده. برای همین هست که ما جاج نمیکنیم انسان ها رو. میخواییم که سعی کنیم هر 4 لول سولمون رو هر طوریش که شده الیویت کنیم. شروع میکنم با نفش. نفش کارهایی رو که ما انجام میدیم در طول روز میتونه یک تیکه سپارکی از نفش ما رو الیویت کنه. هر چقدر از این کارهایی که انجام میدیم کارهای خوبه، کارهای پازیتیوه، تیکه هایی از نفشمون رو میگیره، اسپارک میکنه و الیویت میکنه و یه انرژی پازیتیو برای ما درست میکنه که میتونه این انرژی به ما کمک کنه، ما رو اسیست کنه تو زندگیمون. حالا با کارهای نگتیوی که میکنیم یه اسپارک هایی رو از نفشمون میگیریم و اینا رو تبدیل به نگتیویتی میکنیم، اینا یه پاور نگتیو به وجود میارن، یه انرژی نگتیو به وجود میارن که اون انرژی نگتیو میتونه ما رو سر جای خودمون نگه داره، پول آس داون و به یه طور نگتیوی ما رو اثر بذاره. 2 جور ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. میتونیم با کارهای خوب توی بنک سول دیپازیت کنیم، یا میتونیم با اکشنهای نگتیو توی بنک خدای نکرده نگتیویتی یا ساتان دیپازیت کنیم. و با هر کدوم از اینا میتونیم لول نفشمون رو یا خیلی ببریم بالا یا خدای نکرده با نگتیوی. این تمام بسته به رفتار ما، کارهایی که ما انجام میدیم داره. لول بعدی لول روح هست، با صحبتهای خوبی که ما میکنیم. اگر صحبتهای پازیتیو بکنیم، لغاتی که از دهنمون در میاد انرژی مثبت داشته باشن، صحبت پازیتیوی باشه،
میتونیم یه قسمت های از روحمون رو بگیریم و اینو اسپارکش رو تبدیل کنیم به یه انرژی پازیتیو و دوباره مثل همون این انرژی پازیتیو تو بانک پازیتیویتی برای ما سرمایه گذاری کنه، یا بالعکس خدای نکرده لغات منفی استفاده کنیم اونم به طور نگاتیو رو ما اثر میذاره خدای نکرده، و یک اسپارکی از لول روحمون رو باز دوباره به نگاتیویتی تبدیل کنه. یعنی چی به نگاتیویتی تبدیل کنه؟ یعنی میدیمش به رو در حقیقت. لول بعدی لول نشاماست. نشاما با افکار ما و با قصدی که ما داریم، با اینتنشنی که داریم کار داره. ما یه کاری رو میکنیم با اینتنشنی، با قصدی که، یعنی با تمام قلبمون، با خلوص نیت یه کاری رو انجام میدیم. میتونیم اگر یه تیکه هایی از نشامامون رو به انرژی پازیتیو تبدیل کنیم و یا برعکس اگر یه کاری رو انجام میدیم با اینتنشن این که کسی رو هرت کنیم و کسی رو اذیت کنیم، باز دوباره لول نشامامون رو به یه نگاتیویتی تبدیل میکنیم. لول بعدی لول خایاست که بسته به افکار عمیق‌تر ما بستگی به خایا داره. افکار عمیق‌تر ما معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی که من میام کابالا استادی میکنم، وقتی من زهر استادی میکنم، وقتی دنبال این میگردم که ریسرچ میکنم که ببینم چه کار میتونم بکنم که خودم رو ترانسفورم کنم، یک انسان بهتری از خودم بسازم، این میشه لول دیپ تات اند دیپ آندرستندینگ. اون میتونه اسپارکای لول خایا رو به یه انرژی پازیتیوی برامون مبدل کنه که اون به ما کمک کنه، و یا بالعکس وقتی که قصد ما، افکار ما، افکار عمیق‌تر ما به نگاتیویتی گرایش پیدا کنه، اون موقع است که دیپرشن خدای نکرده، انگزایتی یا سو آن اند سو فورت، میتونین دیگه خودتون تجسم کنین که چه کاری میتونه که اون بعد از یخیدا رو خشته بس ساری خیلی مرسی. تمام درسی که این پاراشای به ما، پاراشای وایکل به ما داره میخواد یاد بده اینه که گدر، جمع کنین تمام این اسپارک پازیتیو رو، جمع کنین برای خودتون که توی این چهار تا لول انجام میدین این اسپارک رو جمع کنین و get rid of the revrav، اینا رو از هم جدا کنین، revrav اینو ازش دور کنین که بتونین از این نهایت استفاده رو ببرید، یک انرژی پازیتیو برای خودتون، یک نور برای خودتون بیارید. حالا میخواییم چطور این کار رو بکنیم، چطور ما اسپارک ها رو آوردیم اینا رو از هم جدا کنیم، چطور مطمئن بشیم که این اسپارک های نگاتیو و ارفراب داخل جدا میشن از بقیه. روای اشلاق برای ما توضیح میده که ما وقتی هست که یه کار نیکی انجام میدیم، یه کار خستت انجام میدیم، اون موقع است که بیشترین ارتقای روحانی رو داریم، بیشترین وقتی که الیویت میشیم، وقتی که یه کار رو برای یک نفر انجام میدیم، یه کار نیک انجام میدیم. ایشون اعتقاد دارن که ما بایستی که کاری رو که روزمره احتیاج داریم که انجام بدیم که زندگیمون رو پیش ببریم باید انجام بدیم، و بعد از اون هر وقتی که اویلیبل برامون میمونه صرف این بکنیم که به دیگران کمک بکنیم، کارهای نیک انجام بدیم، پارت خسد باشیم، به بیمارا کمک کنیم، به افتادگان، دست افتادگان رو بگیریم و کار خوب انجام بدیم. ولی وقتی که ما یه کار خوبی انجام میدیم، وقتی که این نیچر منه که من یه کار خوبی انجام بدم، از این کار لذت میبرم، میرم انجام میدم و ریوردش رو میگیرم همون آن، این برای من اصلا بیگ دیل نیست به خاطر اینکه نیچر من بوده، من این کارو کردم، بیگ دیل.
چطور میکنیم میتونیم که یه کاری رو انجام بدیم، یه کار نیک انجام بدیم و اینو بتونیم توی درجه بالاتر روحانی ببریم این کاری رو که انجام دادیم؟ چطور میشه این کار رو کرد؟ چطور میشه این سوا کردن این که من یه کاری رو کردم فقط در لول نفش ازش نتیجه بگیرم؟ من میخوام که از لولهای بالاترم از این کارم نتیجه بگیرم. I want to go beyond just this one level. ربای اشتاق برای ما توضیح میده که وقتی که ما یه کاری رو انجام میدیم، اگر میخواییم که در دنیای روحانیت این واقعا پرمعنا باشه، این بستگی به اینتنشن ما داره. قصد من از این کاری که کردم چی بوده؟ قصد من اینه که من به یک نفر کمک کنم. آیا من آیدیام اینه که وقتی که کمک کردم یه نفر بیاد به من بگه تنکیو، منو ریکگنایز کنه، تشخیص بده که یه کار خوبی کردن، به من ریورد بدن، بگن تو این کاری کردی؟ یا آیا اینتنشن من این بوده که من این کارو کردم که به خدا نزدیکتر بشم، به نور خدا نزدیکتر بشم؟ اگر واقعا همینه که من این کارو به خاطر ایگو کردم، به خاطر ریکگنیشن کردم، در همون لول نفش میمونه. اگر اینکه قصدم این بوده با این کانشسنس این کارو کردم که من به خاطر خدا دارم این کارو میکنم، به خاطر نور خدا، به خاطر که میخوام مثل نور خدا بشم، به خاطر که میخوام به نور خدا نزدیکتر بشم، این کارو کردم. بارها میبینیم که توی کالچر خودمون شخصی میاد میگه من برای این آدم انقدر کار کردم، انقدر محبت کردم، انقدر I gave and I gave، ببین چی کار کردم، یه تشکر خشک و خالی از من نکردن، یک احترام خشک و خالی به من نذاشتن. این موقع است که آدم شروع میکنه به فکر کردن که آیا این ایگوی من بوده که من این کار کردم، یا آیا من واقعا با اینتنشن با قلب پاک این کار کردم. مثالی بود، شخصی همین چند وقت پیش کاری رو برای یک خانم سالمندی انجام میداد و بعد از مدتی اومد گفت این خانم پیر یه چیزی گفته من اصلا خوشم نیومد، من اصلا دیگه نمیخوام به این آدم کمک کنم، من اینقدر برای این کمک کردم، کار کردم، رفتم اومدم فلان، حالا تازه یه حرفی زده که من دوست نداشتم. باز آدم رو به فکر میندازه که آیا من چی کردم؟ من در این موقع میتونم فکر کنم بگم یک نفر خیلی کارهای خوب کردم، براش خیلی کار کردم، ولی اگه به خاطر خدا کردم، اگر حتی یه سیلی هم از اون طرف خوردم، من چون به خاطر خدا کردم برام مسئله ای نیست. بسی وقتا انتظار نداره. ولی چرا انتظار نداره؟ توی کبالا میگن اگر که یه کار مثبتی برای کسی کردی، اگر کاری برای کسی کردی و اگر ازت تشکر نکردن، حتی اون بهتره، اون حتی بهتره. برای اینکه موقعی که به یه نفر مثلا یه نفر یه پولی دونیت میکنه به یه ارگانیزیشن، وقتی که خیلی خوبه، خیلی میسوای بزرگه، وقتی که اسمشو میارن رو پلاک مینویسن، طرفو بزرگ میکنن، بزرگتر، یه شانسی هست که دارن ایگوی اون شخصو فید میکنن، دارن از واقعا اون کاری که اون شخص به اون حاضر بوده بکنه ازش گرفتن. یعنی در حقیقت پاداش این کار نیک باید در انجام اون کار نیک باشه. وقتی که من فکر میکنم یه کاری رو دارم انجام میدم، یه کار نیکی رو دارم انجام میدم و تشکر میکنم از خدا به خاطر اینکه به من این موقعیت رو داده که من این کار رو بکنم، اون کجا و این کجا که من این کار رو برای یه خانم سالمندی کردم و این تشکر که نکرده، هیچی، بی احترامی هم، حالا شاید همون منظوری هم نشه، هر چیزی به من بی احترامی کرده، من دیگه نمی کنم همچین کاری رو. اینتنشنمون باید این باشه که ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم. حالا میخوام از شما بپرسم، میخوام بدونم عقیده شما در مورد این که نزدیکی به نور خدا چیه؟ What do you call closeness to God? To the light of God. چی برای شما مظهر نزدیکی به نور خداست؟
یکیش اینی که آدم به احساسش بکنه. خب چی برای تو داره؟ موقعی که وقتی به نور خدا نزدیک میشی چه منفعتی برای تو داره؟ اون احساسش برای آدم پلژر میاد. خب پس پلژر لذت. این کاری که میکنیم لذت میبریم. لذت میبریم. کمکی هم که آدم میکنه فقط برای خودش میکنه، برای کس دیگه این نمیکنه. وقتی به نور خدا نزدیک میشیم یعنی لذت. چی؟ لذت بردن. فول فیلمت. من مخالفم چون این میشه سلف ستیسفکشن. این شما خودتو داری راضی میکنی، خدا رو راضی نمیکنی وقتی لذت میبری. من فکر میکنم هیچ لذتی نباید ببری، یعنی در خلسه باشی، فقط پاک باشی، یعنی یه حالت نورانی داشته باشی. خب بذاری سوالم هم عوض کنم. هدف ما از این که به نور خدا نزدیک بشیم چیه؟ خداگونه شدن. خداگونه شدن خیلی خوبه. برید هدف ما از این که مثلا من اینایی رو میبینم که دونیشن داده اسمشون رو تو کنیسه رو جایی نوشته، من با این کار مخالفم، نباید اسم نوشته بشه. It's good که دونیشن داده. It would be better. It would be better که اسمشون نوشتن. ولی بازم اگر یه نفر میخواد که بکنه این کار رو ولی با ریکگنیشن میتونه بکنه، ولی در لول نفش باقی میمونه. ما میخوایم اینو ببریم بازم به لولای بزرگ. مثلا یه ربایی میاد از یه جایی میخوان، مثلا یه پول میخواد، احتیاج داره از اسرائیل یه دل مثل سر من نمیخواد اسمش رو بیاره که مثلا داره میده، ولی بعضی مثل من عقیده دارم که باید بگیم که کسای دیگه هم بدن تو کنیسا. اینم خیلی پوینت خوبه. اینم خیلی پوینت خوبه. تو با من چیزه مخالفه، میگه نه ما می شما میگین بدیم که تشویق بقیه تشویق بشن که من میگم که کلا مثلا ممکن کنار دست منم بگه اونم بگه خب منم بدم یه چیزی کدومش بده. تا زمانی که جلو مردم گفتی تو، تا زمانی که این کاری که میکنی، تا زمانی که این کاری که میکنی ایگوی ما رو فید نکنه، یعنی من پیش خودم فکر نکنم به به من عجب آدم خوبی هستم که تونستم این کار رو بکنم. تا زمانی که اون به اونجا نرسیدیم بازم خوبه، یعنی قصد اینه که کار خوب انجام بدیم. حالا در هر لولی که باشه. میشه باشه. حالا اگر که میخوایم اینو ببریم به یه لول خیلی بالاتر، همینطور که ایشون گفتن، وقتی که ما به نور خدا نزدیک میشیم میدونیم که وقتی به نور خدا نزدیکیم ترس دیگه نیست، ترس نداریم، کیاس نداریم تو زندگیمون، آنسرتنتی نداریم. یعنی نزدیکی به نور خدا یعنی که سرتنتی آدم داشته باشه، کیاس نداشته باشه، نزدیک بشه، ترس و واهمه از چیزی نداشته باشه. ولی کیاس یعنی چه؟ کیاس یعنی میدونم یعنی چی؟ در هم ریختگی. میدونم در یعنی که چالش نداشته باشه. نه یعنی چی؟ نه چالش is a good thing. challenge opportunityه. کیاس یعنی چی پس؟ کیاس یعنی تنگنا. کیاس یعنی تاریکی. یعنی یه چالشی داریم که ما رو برده به اون تنگنا. نه وقتی که چالش داری ما میتونیم به این چالش دو جور نگاه کنیم، یا بگیم این چالش تو تنگناست که ما دیگه افتادیم تو نگاتیویتی، یا میتونیم به این چالش نگاه کنیم بگیم این یه اپورتونیتیه، من این مانع سر راهم اومده، یه درسی ازش یاد بگیرم، یه ترانسفورمیشنی انجام بدم و یه لول برم بالاتر تو روشنایی. خب وقتی که ترس کیاس بذاری، چرا وقتی که کیاس، وقتی که تو تنگنا و تاریکی هستی، وقتی که تصمیم بگیری که نگاتیویتی بری یا پازیتیو، اصلا گم کردی خودتو. وقتی که عاجز شدی خودتو باختی، یعنی عاجز شده باشی، وقتی که خودتو باختی به نگاتیویتی، اون کیاسه. ولی بالاتر از همه نزدیک شدن به نور خدا، همینطور که ایشون گفتن به درستی، یکی شدن با نور خداست و اون چیزی که ما میخواییم که مثل نور خدا باشیم، میخواییم که با نور خدا یکی بشیم. پس وقتی که یه کار خوب رو انجام میدیم با اینتنشن این که نزدیک به خدا باشیم، با خدا یکی باشیم، اون موقع است که میتونیم این کار نیکمونو به لولای بالاتر ببریم.
طول بعدی که ربای اشلاق به ما یاد میده که استفاده کنیم تا بتونیم این اسپارک هایی رو که داریم، اسپارک نگتیو رو جدا کنیم، سپریت کنیم و اسپارک پازیتیومون رو گدر کنیم، بیاریم داشته باشیم، لغات هستن و دعاها هستن، پریر هست و شبات. پریر شامل این میشه که ما مثلا از روز و هر یه پریر میخونیم، یا تهیلیم رو میخونیم، یا شهریز میخونیم، یا انابکوخت میخونیم و شبات کنیسا میریم، همه اینا میشه پریر. میدونیم که ما پریر رو، دعا رو برای چی انجام میدیم؟ برای این انجام میدیم که قلب خودمونو، کانشسنس خودمون رو عوض کنیم، برای اینکه ترانسفورم بشه. وقتی که همیشه گفتم وقتی که من اینجا هستم، دستینی من، عاقبت من همینجاست، ولی وقتی من ترانسفورم میکنم و عوض میشم، از این جایگاه خودم تکون میخورم و میرم این طرفتر، دستینی منم عوض میشه. پس ما هدف نهاییمون اینه که با دعا خوندن خودمونو، قلبمونو عوض کنیم، کانشسنسمون رو عوض کنیم، بتونیم از نیچرمون که دائم میخوایم بگیریم گیو می عوض کنیم و نیچری باشیم که بتونیم بدیم. این دعا، این دلیل اینه که ما دعا میخونیم که ترانسفورم بشیم و دستنمون رو عوض کنیم. حالا چطور دعا کردن به ما کمک میکنه؟ باز according to the Zohar، بین ما که در این دنیای 1% هستیم و upper world 99%، چندین لایه هست، چندین لایر هست، چندین گیت هست. در هر کدوم از این گیت ها یه فرشته ایستاده. ما میخواییم نهایتاً تمام این گیت ها رو باز کنیم، بریم به دنیای روحانیت و دستینمون رو عوض کنیم، این تنها طوری که میتونیم. و گفتیم این کار رو با ترانسفورمیشن انجام میدیم. وقتی که ما نگاه میکنیم، همه میدونیم که راجبش صحبت کردیم قبلا، که هر کدوم از حروف ابری یه کانشسنس انرژی دارن، یه انرژی کانشسنس دارن. و وقتی که این حروف ابری رو پیش هم میذاریم، کامبینیشن این حروف برای ما سول ما رو یه جوری تغذیه میکنن، یه ارتباطی با سول ما برقرار میکنن و این میشه که ما میتونیم از طریق این کانشسنسی که این هیبرو پریر رو داریم میخونیم، این سیکونس هایی که توی این هیبرو پریر هستن به ما کمک کنن، به کانشسنس ما کمک کنن که ما رو ارتقا بدن. و از طریق این ما پریر ها میتونیم بریم یکی یکی این گیت ها رو باز کنیم، یکی یکی از این لایه ها عبور کنیم و برسیم به دنیای روحانیت. ربای اشلاق باز برای ما توضیح میده که وقتی ما میخواییم ترانسفورم کنیم یا وقتی میخواییم الیویت بشیم، سه کار باید انجام بدیم. باید گود دید انجام بدیم، کارهای خوب انجام بدیم، درس بخونیم، استادی کنیم و پری بکنیم. برای ما توضیح میده که انجام دادن کارهای نیک و استادی کردن خیلی مشکله، مثل ورزش میمونه. هر چقدر شما بیشتر این کارو میکنین، قوی تر میشین و بایستی این کارا رو انجام بدیم. انجام دادنش آسون نیست. یاد گرفتن، استادی کردن، دنبالش رفتن، کارهایی میکردن آسون نیست. باید که دائم این کارو تداوم داشته باشه، انجام بدیم. ولی باز روای اشلاق برای ما توضیح میده که پریری که جزء این سه تا هست، این پری کردن و رفتن به دنیای روحانیت یه گیفته برای ما. این از همه این سه مرحله آسونتر دعا کردنه، در صورتی که دعا کردنمون رو به طور درستی انجام بدیم. رموی اشناق برای ما توضیح میده چجوری درست انجام بده؟ من میشه اینجا یه صحبت رو بخونم یا اینکه بذارم بعد؟ سوال داری؟ نه خب لنی فینش نه. چطور ما میتونیم درست دعا کنیم؟ با وجود تمام این صحبت هایی که کردیم و یاد گرفتیم،
فهمیدیم که ما میخواییم بریم در این دروازه ها رو دونه دونه باز کنیم. میدونیم که پروسسش چیه. الان یاد گرفتیم که چه کار داریم میکنیم. الان میدونیم که حروف عبری به ما کمک میکنن که این کار رو بکنیم. پس قبل از این که شروع کنیم به دعا کردن، قبل از اینکه انو بکوخمون بخونیم، تهیلیمون بخونیم، ظهرمون رو بکنیم، یک لحظه باید تعامل کنیم، صبر کنیم، فکر کنیم. برای این که این گیفت در اختیار ماست اپریشیشن داشته باشیم، بایستی تشخیص بدیم، ریکگنایز کنیم که این گیفت برای ما اویلیبله و ما با سرتنتی کامل میخواییم این کار رو انجام بدیم. بدونیم که داریم این دعا رو میخونیم که نهایتاً ما ترانسفورم بشیم و بعد از اونم دستنیمون عوض شه. یک لحظه قبل از اینکه دعا رو بخونیم صبر کنیم. Think about it. اینو بیارین تو کانشسنستون. دوم این که قبل از اینکه دعا رو بخونید، همینطور که گفتم، تشخیص بدین که قصد من از خوندن این دعا چیه. قصد من اینه که من اگر که آدم انگشسی هستم ترانسفورم بشم، عوض بشم. اگر آدم جلسی هستم، اگر آدم انگوهی هستم، من دارم میگم که من با خوندن این دعا میخوام که خودم رو یه انسان بهتری بکنم، یه انسان متفاوتی بکنم از اون انسانی که من 10 دقیقه پیش بودم. نمیخوام الان اون کسی باشم که 1 ساعت پیش بودم. میخوام که از این به بعد انگزایتی نداشته باشم. میخوام از این به بعد سرتنتی کامل داشته باشم یا هر چیز دیگری. میخوام که دیگه ترس در وجود من نباشه. من میخوام این دعا رو بخونم به امید اینکه خدا به من کمک کنه من دیگه نترسم از اینکه فردا چی پیش میاد، از اینکه 1 ساعت دیگه چی پیش میاد. دیزایر اینو داشته باشم که پذیرای این ترانسفورمیشن باشم. اون وقته که پریر ما میتونه بره و این درا رو و این گیت ها رو باز کنه و برسه به دنیای روحانیت. طول بعدی که در اختیارمون هست که بتونیم جدا کنیم این اسپارک نگتیویتی رو از زندگیمون، شبات هست. باز شبات میدونیم شبات یه گیفته. شبات برای ما نوری میاره که در بقیه هفته وجود نداره. این نور به ما کمک میکنه با کانکت کردن به لایت شبات میتونیم انرژی اینو دریافت کنیم که 1 هفته به ما کمک کنه بتونیم با چالش های روزمرهمون دیل بکنیم. ولی بایستی واقف به این موضوع باشیم که نگتیویتی یا ساتان نمیخواد بذاره که ما از نور شبات استفاده ببریم. اگر همینطور که حتما شنیدید یا دیدید، میگن که بعد از نور شبات چند ساعت آخری که مونده به کندل لایتینگ بدترین وقته که زن و شوهر رو با هم دعوا میکنن، دعوای خانوادگی پیش میاد، اگریویشن پیش میاد، ناراحتی پیش میاد، یه نفر از دست یه نفر دیگه آپست میشه. خیلی قشنگ اینجا توی زهر در ورس 159، حالا چون وقت نداریم من دیگه اینو نمیخونم، ولی برای کسایی که دلشون میخواد میتونن پارش های ویکل ورس 159 رو بخونن. راجب شبات میگه، در راجب نوری که شبات برای ما میاره و ساتان اونطوری که نمیخواد بذاره که ما به این نور دسترسی پیدا کنیم. وقتی ما واقفیم دوباره به این موضوع واقفیم، میتونیم اجازه ندیم که ساتان سر راه ما بیاد، یه مانعی بشه که ما با این نور کانکت نکنیم. هر چقدر که ما در موقعی که شبات داره میاد اکسایتدیم، هر چقدر که بیشتر انرژی میذاریم روی فرارسیدن شبات، به همون مقدار میتونیم نور دریافت کنیم. اگر یه کسی میگه که خب حالا 10 دقیقه مونده تا برم شبات روشن کنم، خب حالا میرم، ولی یه نفر دیگه با شوق و ذوق تموم منتظره، setting up the table, doing everything that you can to make a
شبات سپیشل اسپیشل با همون قدری که دیزایر داریم، با همون قدری که اکسایتمنت داریم، همون قدر میتونیم نور دریافت کنیم و انشالله که همه ما بتونیم که مکسیموم نور رو دریافت کنیم در شبات، به خاطر اینکه اونم میتونه شبات، کانشسنس شبات میتونه ما رو خیلی خیلی الیویت کنه. باز اینو یه به طور خلاصه مرور میکنم، صحبت امشب رو میخوایم انرژی مثبت و اسپارک‌های مثبت رو دور خودمون جمع کنیم و جدا کنیم ارفراب وجود خودمون رو از این پوزیتیویتی یا ارفراب رو بزنیم کنار. تنها رایی که میتونیم، یعنی طولایی که در اختیار ما گذاشتن، اول اینه که کارایی که انجام بدیم با اینتنشن خوب، یعنی اینتنشنمون این باشه که میخوایم به نور خدا نزدیکتر بشیم و به معنی به لغات هیبرو، به لغات پریرا، به شبات کانکت کنیم، بتونیم ترانسفورم کنیم و بتونیم خودمونو به دنیای روحانیت نزدیکتر و نزدیکتر کنیم. انشالله که همتون you have very elevated week و بتونین موفق باشین در اینکه جدا کنین ارفراو از بقیه اسپارک های زندگیتون. Thank you.